ده عبارت بسیار مهم آلمانی. ما در این ویدیو کلماتی جمع آوری کردیم که عبارت از ده عبارت شده گرفته شده از اینها. یعنی در اینجا ما کلماتی داریم، اما بعضی از مواقع اینها با هم ترکیب میشن و یک کلمه جدیدی میسازن. حالا ببینیم استفاده از اینها چیه. این ترکیب ها خیلی مهم هستن. چرا مهم هستن؟ به خاطر از اینکه زیاد استفاده میشه. اغلب در جملات میبینیم که استفاده شده. این عبارات آلمانی تر به نظر میرسن. خود آلمان ها در مکالمات خود، مخصوصا مکالمات روزمره خود، از این عبارات استفاده میکنن. متاسفانه کسانی که مثل ما زبان دوم از اونها آلمانی هست، از این کلمات کمتر استفاده میکنن. شاید یک دلیل بسیار مهم از او همین باشه که معنا و جایگاه از اینها و شکل استفاده از این عبارت درست نمیفهمم. پس ببینیم در اینجا ما اولین عبارت داریم، نمبر 1، شون اینمال. شون اینمال در زبان انگلیسی هم میبینیم که داده شده. به خاطر از اینکه اگر شما به زبان انگلیسی مسلط باشه میتونه شما کمک کنه تا بهتر یاد بگیرین. شون اینمال قبلا یا یک بار معنا میده. شون قبلا، اینمال یک بار. زوم بشپیل وارز دو شون اینمال این برلین. آیا تا به حال در برلین بوده ای؟ منظور از اینه که آیا تا به حال یا منظور از اینه که قبلا در برلین بوده ای؟ پس شون اینمال یعنی قبلا. اما در بعضی مواقع شون مال هم استفاده میشه، یعنی شون مال. اما استفاده زیادتری که در مکالمات خود آلمان ها هست، در کتاب ها این ها میبینیم، شون این مال هست. نمبر سوای، نخ نی. نخ نی هرگز، هنوز. زوم بشپیل ایش وار نخ نی این برلین. من هرگز به برلین نرفتم. نخ نی یعنی هرگز، هنوز. Ich war noch nie in Berlin. من هرگز به برلین نرفتم. نمبر 3، noch nicht. Noch nicht یعنی هنوز نه. Er hat die A2 Prüfung noch nicht bestanden. Ja, er hat die A2 Prüfung noch nicht bestanden. او هنوز امتحان آسوای را قبول نشده است. پس باید چکار کنه؟ دوباره امتحان بده. نمبر 4، نخ اینمال و در نخ مال. نخ اینمال یک بار دیگر یا باز هم. هر مشت دن تست نخ اینمال شغایبین. گفتیم که او در امتحان قبول نشده. پس چکار باید بکنه؟ هر مشت دن تست نخ اینمال شغایبین. او میخواهد دوباره یا یک بار دیگر امتحان بدهد. پس نخ اینمال یک بار دیگر یا باز هم. گفتیم که بعضی از مواقع در بعضی از تکست ها یا متن ها دیده میشه که به طور مثال نخ مال استفاده میشه. پس بازم او هم درسته. نخ اینمال یک بار دیگر یا باز هم. شماره 5 و ده، نمبر 5، ایما نخ. ایما نخ هنوز هم یا باز هم. و ایست تام ایست هر ایما نخ ام بگو. تام کجاست؟ او آیا او هنوز در دفتر است؟ یعنی که او هنوز هم داره کار میکنه. پس و ایست تام ایست هر ایما نخ ام بگو. تام کجاست؟ آیا او هنوز در دفتر است؟ ایما نخ هنوز هم یا باز هم. نمبر 6، ایما نخ نیشت. ایما نخ نیشت هنوز نه معنا میده. اس ایست شون دقیقاً 20 اور. الان ساعت 11 شب است. aber tom ist immer noch nicht zu hause. اما تام هنوز خانه نیست. aber tom ist immer noch nicht zu hause. اما تام هنوز خانه نیست. پس immer noch nicht یعنی که هنوز نه. نمبر 7، ایما ویدا. ایما ویدا دوباره و دوباره. ماخست دو دن فیلا آخ ایما ویدا. آیا مدام همین اشتباه را تکرار میکنین؟ ماخست دو دن فیلا آخ ایما ویدا. آیا مدام همین اشتباه را تکرار میکنین؟ یعنی که دوباره و دوباره
یک کاری که داره تکرار میشه. پس ای مویده دوباره و دوباره. نمبر 8 نی ویده دیگر هیچ وقت. نی ویده دیگر هیچ وقت. ایش اوفه دست تو دن فیلا نی ویده مخست. امیدوارم که دیگر این اشتباه را تکرار نکنید. ایش اوفه دست دو دن فیلا نی ویده مخست. امیدوارم که دیگر این اشتباه را تکرار نکنید. پس نی ویده دیگر هیچ وقت. نمبر 9 شون ویده شون ویده دوباره. اشتغایتن لیا اوند ریک شون ویده. آیا لی و ریک دوباره دعوا میکنن؟ اشتغایتن لیا اوند ریک شون ویده. پس شون ویده یعنی که دوباره. نیشت میه نمبر 10 نیشت میه دیگر نه. نیشت میه Seit gestern sind sie nicht mehr zusammen. Seit gestern sind sie nicht mehr zusammen. از دیروز آنها دیگر با هم نیستند. یعنی که از هم جدا شدند. مثل مثال دو شخص از هم طلاق گرفتند. بتونیم این مثال به اونها بگیم. یعنی که Seit gestern sind sie nicht mehr zusammen. از دیروز آنها دیگر با هم نیستند. پس nicht mehr دیگر نه. شماره دوم ما همین بود که در اینجا تمام شد. حالا میخواییم که نکات طلایی درس بگیم. بعضی از مواقع استفاده زیادی از ایما و نخ در مکالمات آلمانی زبان ها دیده میشه و معمولا بعد از ایما پلوس و نخ پلوس کمپاراتیوه، یعنی که صفت قرار میگیره بعد از ایما و نخ و صفت به شکل مقایسوی یا کمپاراتیو. Zum Beispiel, wenn du regelmäßig unsere Videos schaut, اگر به شکل منظم ویدیوهای ما رو ببینید، wird dein Deutsch immer besser. میگه آلمانی تو بهتر میشه. پس در اینجا immer plus comparative. در اینجا immer استفاده شد. بعد از اون چی قرار گیری؟ صفت به شکل مقایسوی شد besser. اصل صفت چی بوده؟ good. یعنی خوب شده besser. شکل کمپاراتیو اگر به شکل سوپرلاتیو استفاده کنی یعنی ام بستن. متوجه شده؟ نوخ پلوس کمپاراتیو یا استان ایست گروس اما زین شوستر ایست نوخ گروس. پس بازم بعد از نوخ چی قرار گرفت؟ فعل گروس اما به شکل کمپاراتیو یا مقایسوی، یعنی که خواهر از اون با استن چکار کردیم؟ مقایسه کردیم همو اندازه یا قد از اونها. پس بعد از ایما و نخت همیشه پلوس کمپاراتیوه، یعنی که با صفت مقایسوی استفاده میشه در صورت که اینها تنها در جملات بیاید. اما به شکل عبارت یعنی با دو کلمه یک جا بشه عبارت جدید ساخته بشه که در شماره قبلی بود که با هم کار کردیم. اگر از این ویدیو خوشحال ویدیو ما لایک کنید، سوال بشاشتین کومنت بدید. آلمانی صرف تا صد و همچنین دویچ میت فرهاد. دو کانال جداگانه در یوتیوب هست، هم روزه ویدیوهای مختلف گذاشته میشه. کانال ها رو ببینیم، سابسکرایب کنیم، از ویدیوها لذت ببریم. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدارشون.